ضمن عرض خسته نباشید، با توجه به محدودیت زمانی که داریم از آقای مهندس میرزایی دعوت میکنیم جهت ارائه ادامه مطالبشون تشریف بیارن. اون مسئله که در
فرآیند بعدی که باید انجام بشه، نفر مسئول برای پرداختن به مسئله یا مسئول مسئله رو انتخاب میکنه که نحوه انتخابش بایستی دقیقا یک سری قوانین از طرف مدیران ارشد تصویب بشه و به اجرا گذاشته بشه. آماده کردن مسئول هر مسئله به همراه اطلاعات مورد نیاز. دقت بکنید که تمام این فعالیت ها قبل از جلسه است. خب ما خیلی از مواقع میریم تو جلسه کیفیت، تو جلسه PRQC نفر بدون هیچ گونه اطلاعاتی میاد وارد جلسه میشه. خب قطعاً اثربخشیه حضور ایشون خیلی شرم هستش. خب سوالی که مطرح است، آیا باید ارائه اطلاعات دیرهنگام مردم انجام واکنش های دیرهنگام میتوان توقع دستیابی به رضایت مطلوب داشت؟ یعنی ما اگر شاخص ها یا اطلاعاتی که مورد نظره اون نفری که میخوام بشیم در قیمت بگیم که این مسئله رو حل بکنیم در اختیارش نزدیم، نمیتونیم این فرآیند PRQC رو بهبودش بدیم. در واقع تمام اطلاعات به زمان مطلوب در دسترس باشه. مسئول PRQC مسئول مسئله را مطلع مونده، لذا هم نفر مطلع میشن که اقدام سریع جلب نمایند از مشکل رو انجام داد. ما خیلی از مواقع خب داریم تولید میکنیم، تولید داره کارش انجام میده، یه مشکل تکنیکی به وجود میاد، یا باید فرق متوقف بشه یا اینکه در این خواهم تو بود اون بی ای باشه و فرق متوقف بشه، ولی خب این امکان پذیر نیست. پس نمیتونیم که منتظر باشیم که جلسه QRQC تشکیل بشه فردا و بیان این موضوع مطرح کنیم. مسئولش QRQC سریعا اون نفری که اینو پیدا کرده یا فکر میکنه که نفری هستش که میتونه این مشکل رو حل کنه رو مطلع کنه و همون موظف میکنه که حمایت از مشتری رو انجام بده. حالا دوستانی که توی سالن رنو کار کردن با این فرم آشنا هستن، یه فرمی هست هم به مورد فرم حفاظت مشتری، تصویر عیب اینجا ترسیم میشه، شرح عیب نوشته میشه و اقداماتی که صفحه هست، صفحه هستی دوری بایستی در برای رفع اون ایراد انجام میده رو در حقیقت انجام بده تا اینکه فردا بیان به صورت ریشه به اون مسئله در رفع برسه. و آنالیز سطح صفر و این فعالیت هایی که توی این فرم هم تشریح شده. پس ما اجازه تولید محصول معیوب ندهیم، باید اون راه حل موفق در زمان کشف ایراد در رفع مشخص بشه و انجام بشه. فرآیند بعدی یکی از مشکلات باید که هر شده است که هر تصمیم گیری برای بستن پرونده آن انتخاب. ما قبل از اینکه به داخل جلسه بشیم بایستی یک مشکلی که قرار پروندهش بسته بشه انتخاب بکنیم به اون نفری که مسئول پرزنت کردن این مکانیزم حل مسئله هست اطلاع رسانی بشه و توی جلسه شرکت میکنه و این فرآیند رو تشریح کنه برای گروه. بعد باید در فعالیت آخر آماده سازی جلسه که شامل حالا تهیه کپی مستند دار اگر QC استوری هست، اگر استوریس هست و آنسان دار. در طول جلسه هم توی که توی فیلم دیدیم ما چهار قسمت داریم که قسمت اول پنج دقیقه، دوم ده، سوم ده دقیقه و چهارم هم پنج دقیقه. ارائه اطلاعات در مورد وضعیت کلی کیفیت باز نکنم. در پنجره اول نتایج کیفی و عملکردی روزکرد مربوط به مسئله حل شده را توصیف و توضیح نمود. شاخص های کیفی داخلی و خارجی، یعنی دقیقا نظرات کیفیت بایستی شاخص های مرتبط با مسائل کیفی که انتخاب شدن رو بیان واسه اعضای جلسه تشریح بکنن، مثلا روند نمرات پرس، نمرات عویز، ISPR و شاخص های مختلف، مثلا گشتابر بیش ها و هم توی جلسه های کیفیت دو قش از نفرات هستن که رول اصلی رو اجرا میکنن. اولی در نفرات هستن که از
جمهوری هستم و مسئولین جلسه هستم که در عنوان لیدر QRQC مطرح هستم و نفرات دوم نفرات کیفیت هستم که به عنوان انیمیتورها یا نمایشنده‌های کیفیت ازشون در حیات هستم. خب سوالی که اینجا هستش اینه که آیا ما هر چیزی که هر گونه اطلاعاتی که توی سالن هست رو بایستی برمی‌داریم توی جلسه QRQC و ارائه بکنیم یا اینکه نه بایستی یه شاخصهایی مشخص بشه، آنالیزه بشه، بررسی بشه. وقتی که تعداد شاخصهامون زیاد باشه این اتفاق میفته، مثل این حالا چراغ راهنمای زنبوری که سر اشاره گذاشته بودن به تعدادش قرمز یعنی که توقف به سری زرد یه سری سبز دقیقا هیچ گونه عکسالعملی در با این شاخص ها نمیتونیم داشته باشیم. باید که حتما شاخص ها مشخص بشه و توی مسیر جلسات ازشون استفاده بکنیم. در دقیقه این برای فاز دوم تشریح مسئله و ارجاع مسئله رو به مسئول مسئول ها. خیلی از مواقع وقتی مسئله یا اتفاق توی سالن میفته مسئول اصلیش مشخص نمیشه، فقط اون مسئول جلسه به عنوان اینکه قرار کیفیت هدایت بکنه کیفیت محصولات رو یک نفر که به نظرش میتونه روی این ایراد تاثیر به صدا بذاره رو انتخاب کنه و بهش میگه که در حقیقت اقدامات اولیه یا راه حل موقت رو انجام بده. تو طول جلسه است که به صورت رسمی مسئول هر مسئله انتخاب میشه. در این ده دقیقه تشریح مسئله بود، انجام میشه و ارجاع مسئله رو به رسمی به مسئول هر مسئله که احتمال داره همون نفر اولیه باشه یا میده نفرش تغییر. خب سوالی که اینجا وجود داره و تو تمام QRQC هایی که حالا من توی مدت رفت دیدم این بارکد رو هستش این که آنالیز اولیه هم چطوری انجام ده. خب یه سری هم قسمت ها اومدن به اشتباه از QC استوری استفاده کردن، یه سری قسمت ها اومدن یه فرمتی واسه خودشون ابداع کردن. چیزی که ما همیشه داشتیم و ازش استفاده نمی کردیم بایستی در حد پیاده سازی. یکی از اهداف یا یکی از اهداف هایی که توی سیستم کوئی داره ما هست و همچنین انسان مسئله یا روشنی تحت عنوان جاب آبزرویشن هست. وقتی که ما یه مسئله رو روش برخورد میکنیم اولین راه حل واسه اینکه اون آنالیز بکنیم جاب آبزرویشنه که بریم ببینیم که آیا ما اپراتور آموزش دیده مشکلات رو کار میکنن، شرایط اکونومی مناسب هست و اینجور مسائلی که با یه آنالیز اولیه قابل بررسی. برای همین اگر ما این جا بکنیم خیلی از مسائل قبل از اینکه به QRQC برسن حل بشه. ما آرزو بررسی که در جلسه QRQC داشتیم متوجه شد خیلی از مسائل مسائلی هستن که بدون این آنالیز اولیه وارد QRQC میشن، یه وقتی از اون نفرات میگیرن و نهایتاً بعد از چهار روز همه نفرات رو اصلاح اطمال زرگی میکنم که یه مسئله به این سال دیگه واسه چه باید که اون QRQC مطرح و نمایت از کاسکو پروتیشن یا نمایت از مشتری که ما این دوتا برگه به عنوان ورودی های QRQC میتونه مطرح بشه به عنوان آنالیز اولیه. خب اینا بایستی یه اتفاقی که بارکد رو بیفته که این باورهای غلطی که توی مجموعه من جلسات دیده میشه حذف بشه. توی جلسات الان وقتی که به یک نفر میگه که آقا تو مسئول این مشکل هستی میگه آقا این اصلا مال من نیسته که باید سعی میکنه که خودش رو به یه نحوی از این مسئله مبرا بکنه. ما بایستی متوجه باشیم که QRQC یک فرآیند جمعیه به کار گروهیه و اگر یک مشکل به این نفر واگذار میشه مفهومش اینیست که این مشکل مربوط به عملکرد اشتباه یا نادرست اون مجموعه هستش. در حقیقت ما میخوایم از نفرات شرکت کنیم که تو فرآیند بعد مشکلات سازمان شرکت کنیم.
مقدمه فاز سوم توضیح مسئله رو در این قسمت شرح مسئله روز گذشته در قالب استانداردسازی استفاده می‌کنیم یا روش استاندارد در مسئله QC استادی ارائه میشه. خب ما همونطور که توی این قسمت داریم می‌بینیم هیچ روش دیگه‌ای برای حل مسائل توی QC وجود نداره و توصیه نمیشه، برای همین که تمام نفراتی که توی سازمانه QC دارم شرکت می‌کنن توی جلسات باید که با این دو تا ابزار کاملا نسبت به اون آشنایی داشته باشن و ازشون استفاده بکنن. مثلا بعضا مقاله مطرح میشه که نفرات لوجستیک چه احتیاجی مثلا به استانداردسازی دارن. خب وقتی که وارد جلسه QC میشی یه روش یه حل مسئله ارائه میشه که با این روش هست بایستی نفرات متوجه باشن که چه اتفاقاتی داره میفته. اگر مطرح میشه کیپوینت داره عوض میشه، مفهوم کیپوینت واسه کل نفرات مشخص بشه و در واقع روش حل مسئله که یک رویکرد خیلی مناسب هست برای رفع مشکلات کیفی و سایر مشکلات در واقع یک فرمت استاندارد شده هست واسه اینکه نمایش بدیم مکانیزم حل مسئله رو و خیلی کمک میکنه به مدیران ارشد واسه اینکه مثلا ما یه مشکلی رو داریم که 5 تا استادی بس انجام میشه تا اون رفع بشه، چهارتاش انجام بدید، یه دونش احتیاج به منابع مالی، منابع انسانی و شاید تجهیزات داشته باشید که احتیاج به تصمیم گیری مدیران ارشد تو سطح یک میشه این QC پرزنت بشه خیلی سریع و اون آیتم هایلایت بشه و نهایتا یه تصمیم سریع گرفته باشید که این آیتم انجام بشه یا نه. نهایتا خیلی سریع میتونیم ما مکانیزم به حل مسئله رو داشته باشید. در پاسخ به آنالیز اولیه روز گذشته که همونجا با گذشته و کلاسیک پروتکشن هست استانداردها بازنگری شده و اسکرات تا آنها آیا QC استوری نمایش داده میشه. در حقیقت این QC استوری واسه نشون دادن پیشرفت پروژه میتونه کمک کنه. فاز آخر که در حقیقت تصمیم برنده یک مسئله یا اینکه بگیم یه مسئله حل شد. مسئول هر مسئله نوع و خصوصیات مسئله چگونگی رسیدگی و حل آن بررسی و تشریح میکنه حالا در قالب استانداردسازی یا QC استوری. گروه مطمئن شده که برآورد ارزیابی صورت گرفته. ما خیلی از مشکلاتمون اینه که میگن حل شده ولی کسی نیست که این برآورد ارزیابی بکنه که واقعا حل شده یا نه. اینجا نقش کنترل کیفیت یا تنظیم کیفیت بایستی پررنگ میشه. در اگر در رفت یک ایراد کیفی سهه گذاری بکنم مثلا یک ماه این ایراد دیگه مشاهده نشد. گروه نظر و پیشنهاد خود را برای حل همیشه که مسئله ارائه میکنه. گروه مجددا حمایت از مشتری را ارزیابی میکنه. حالا در پرمان کی ماتریکس که ما اینو میتونیم توی فرآیند بازدید از خود رو و گزارشات مربوطه اینو داشته باشیم. فعالیت های بعد از جلسه باز توی قسمت 4 نوع فعالیت هاش که انجام میشه تهیه اطلاعات تکنیکی برای مسئول همه مسئله که ما رو در همین حد اطلاعات خدمتتون میگیم که بایستی اون لیدر QC در حقیقت یه سری اطلاعات در اختیار اون نفره که مسئول همه مسئله شده بذاره واسه اینکه در واقع پایه عملی ایجاد بشه برای حل مسئله. برای بعدی حل مسئله روز گروه برای مشاهده و بررسی مسئله و منطقه مشخص شده میاد، یعنی که بعد از اینکه جلسه QC تموم میشه مشاهده اثرات این موضوعی که حل شده رو واسه به خود رو بررسی بکنن. مسئول حل مسئله حل مسئله رو به این صفحه استانداردسازی یادم بگیر استرس یا قیاب از این QC استوری شروع میکنه. مسئول هر یک از اعضا ممکن است در حل مسئله رو شرکت کنه، اما نهایتا مسئول حل مسئله برای گزارش رو حل را آماده و برای جلسه روز آتی تنظیم و جمع‌بندی کنه. در حقیقت ما باید این مکانیزمی که یک مشکل رو میان تقسیم میکنه به چند نفر
از بین ببریم به صورت پایلوت یک نفر رو معرفی کنیم که مسئول حل مشکل هست. جلسات حاشیه‌ای و تکمیلی رو خود اون نفر میتونه با نفر دیگه برگزار کنه و نهایتا نتیجه رو بیاد پرزنت. قسمت بعدی بایگانی مستندات مربوط به مسئله. خب ما حالا مثالش رو من از روی استانداردسازی بزنم که شاید یه آقا واضح تر باشه. ما میان یه سری آموزش میدیم به نفرات، بعد از اینکه آموزش دیدن میرن توی خطوط تولید، وقت در اختیارشون میذاریم، شروع میکنن استرس ها رو نوشتن، استرس ها رو بهبود میدن، همینطوری کار میکنن. بعد از اون اگر اون اصلاح با اون کاری که داره انجام میشه مطابقت داشته باشه، پس کار ما به نتیجه رسیده و به عنوان سرمایه این شرکت میتونه ازش یاد کنه. ولی اگر اون اسوس با اون عملکردی که اون اپراتور داره مطابقت نداشته باشه، دقیقاً همه اون سرمایه که ما اون منابعی که مصرف کردیم به هم نرفته. توی فرآیند QRQC هم در حقیقت جمع‌بندی تمام این فعالیت‌ها بایستی دیده بشه. ما میایم این مسئله رو حل می‌کنیم، نیروهای مهندسی، کیفیت، تولید و قسمت‌های مختلف، ساعت‌های مختلف کارشناسی صرف شده، یه مسئله حل بشه. ما باید این مکانیزمی داشته باشیم که این اطلاعات جمع‌آوری بشه، بایگانی بشه برای استفاده در سالن‌های دیگه واسه سال‌های بعد و حتی لول‌های بعد. برای همین یه فرمتی تعیین میشه که شماره ایران که خودش کدبندی خاصی داره، یک کدبندی مخصوص داره، مقبول رسیدگی به این مشکل فقط یک اسم اینجا نوشته میشه، تاریخ مشاهده ایران، تاریخ حل، محتویات این پرونده، برگه آنالیز آرزه عملیه، SOS‌هاش، POS‌هاش یا پراسس‌هاش، سایر مداری که مربوط به ایده رو دیدید، بقیه تو کاری رو که عکس ها، نمودار ها، گراف های فنی، QC استوری، پایفا، ایتی و سایر موارد. و نهایتا این پرونده یا این مشکل منتج تو چی شده؟ SOS جدید یا POS جدید؟ ما خیلی از مسائل رو وقتی حل میکنیم لازمه اینه که این پرونده ارجاع بشه به مهندسی و مهندسی اون پراسس ها شروع بکنه و سایر مواردی اتفاقات که واسه یه مسئله میافته که این بعضی توی QRQC وجود داشته که بایگانی ها به نحو مناسبی انجام میشه. از این پرونده یکی از استفاده دیگه که میشه ما خواهیم میدونیم سطوح مدیران بالا هیچ موقع شاید وقتی نشته باشن که وارد سالن بشن یا چیزی آنالیز بکنن و خیلیت کارهایی که وقت زیاد میبره. این پرونده ها کمک میکنه که وقتی که یه مسئله به یه سطح بالاتر اجرا داده میشه این مطالعات انجام بشه و نهایتا یه تصمیمی در حد 10 دقیقه انجام بشه و گرفته بشه. بروز کردن اطلاعات کاربردی بعد از جلسه. مسئول QRQC جدول ردیابی مسائل QRQC رو از پیده روز بکنه. ما یه جدولی داریم یه فرمت خاص که هر مسئله کد خورده، این مسئله تکراری یا تکراری نیست و اطلاعاتش کاملا مشخصه که تو مرحله پلن هستش، در مرحله اجرا هست، در مرحله چک و در مرحله اقدام که این بایستی توی جلسه QRQC حتما نصب بشه. بعد از اون فعالیت بعدی شاخص های وزارت و جلسات رو بایستی بروز بکنه که این شاخص ها در قالب اطلاعاتی که از اون جدول جاوری میشه میتونه ارائه بشه در این فرمت. مثلا توی جلسه اول یک 19 تا مسئله توی این ماه مطرح شده، 11 تاش جدید هستش، 11 تا مسئله مطرح شده، باز شده، 8 مسئله بسته شده پرونده. از این 11 تاش همه جدید بوده، جزیر مسئله در حال مسئله هستن که باز دوباره رخ میدن باید اینکه گزارش مشخص میشه. بعد از این 11 تا مثلا 3 تاش برای تولید بوده، 3 تاش برای مهندسی، یکیش
مسئولش کیفیت، دو تاش مینترس، دو تاش مثلا افزار لوجستیک و مثلا این آن درش. و در اینکه این که گزارش اینجا تعیین میشه که این مسئله تو بگیه ما هم شد یا نشد. اون مسئله که بسته شده افتر دیدمان و بیفور دیدمان که ما توی سطور مدیران انشتر یکی از قوانین که باید مشخص بشه اینه که زمان حداقل برای حل مسئله چقدر هست. مثلا توی لبسه جاید بگه مثلا یک ماه مسئله عروضی که به نفر ارجاع داده چه یک ماه اون وقت داری که اونو حل شده که اینا میکنه گذارش رو داشته باشه قبل بعد از دیتان همه اینا قابل دیتانی در بعد هر شد مسئله یه اجابه داشت. ما کلیات جلسه رو گفتیم تو طور جلسه، قبل جلسه و بعد از جلسه. برند بعدی که میخوام توضیح بدیم که حالا ما اگر از پیارکوسی پاسته رو بیاده بکنیم این قدم ها رو باید پیر بکنیم نیازمنده های عملیه، شاخص ها، شرکت کننده ها، قوانین انتخاب مسئله، روش در مسئله، برآورد منابع، مدیریت نیروی، اتاق جلسه، تعریف و حرکت به سمت بهتر شدن. افکت سلیم هستی میز نیازمندی های اولیه شامل آموزش کامل برای همه اعضا SPD و وایفای سرچار آموزش های تشکیلی بسیکوری کروز کیوسی استوری بکنیتی و کیوی ماتریس هستش. شاخص ها بایستی شاخص هایی که تو هر کدوم از حدود مهمتشو مشخص بشه. مثلا در سر DMC تو این مثال شاخص اولست و شاخص گزارش های مربوط به گرت معرفی شده. خروجی هاش SPD یا QC استوری مکنش. سطح دو شاخص باز عوض و گرت در گزارش گرت در حد دپارتمان هستش. لول 3 شاخص هایی که مطرح هست NR، NGU و چشم. این هم رو باید باستی شرکت خودمون در حقیقت شناسایی بود. خب، واسه انتخاب این شاخص ها ما یه سری راه‌پند یا یه سری کامنت داریم. اول اینکه کلیه شاخص های موجود رو با تنوع تعیین آنها واسه فهرست بندی کنیم، یعنی که همه رو فهرست بکنیم، شروع بکنیم و بررسی کردنش. دو یا سه شاخصی که پیش از همه مناسبن مورد گزینش قرار بدیم که از اول فاصله زمانی تجدید نظر یا روزی داره اما روز به روز باشه، یعنی یه شاخصی باشه که هر روز ازش گزارش داشته باشه مثل مثلا شورتلیست. مدیر و بخش کیفیت میباید تضمین نماید که شاخص های گزینه شده با دیگر شاخص ها همبستگی دارد، خصوصا شاخص های محلی نزدیک نهادی مورد نظر و شاخص های مشتری نهادی. در حقیقت کار کلیدی این هستش که این شاخص هایی که باید توی جلسات پرزنت میشه رو تعیین میکنه در راستای اون اهداف. شرکت کننده ها این چیزی که اینجا مطرح هستش در حقیقت استاندارد هستش که مطرح هستش که میتونیم اینو بر اساس شرایط اینو لوکالش بکنیم و اجرایش کنید به پاسورد که تو سطوح 1-2-3 حتما یه نفر مسئولی در اصلا است که نفر دوری، کیفیت، مهندسی، لوجستیک، تحقیق کننده و نگهداری تحقیق اینها اجزای لایفک پیراکیوسی، یعنی حتما بایستی از توی شرکت توی جلسه شرکت بکنن. اگر تو هر کدوم از مسائل اکتلیت و حضور یک نفر اضافی تری بود مثلا یه دپارتمانی از فروش یه دپارتمانی از خدمات پس از فروش میشه واسه اون جلسه ازش دعوت کرد و به جلسه شرکت کنه. مسائل مربوط به تعیین کنندگان از طریق دپارتمان SQA بایستی پیگیری بشه. قوانین انتخاب
این قوانین باید که حتما در طی جلسات سطحیه تنظیم میشه. هر روز مسئول جلسه در هر قسمت مواردی را انتخاب میکنیم. مسئله یک بار طرح میشه، با چه قانونی این مسئله رو انتخاب میکنیم، مسئله ای که حل شده یا ادامه پیدا بکنه رو چطوری ما شناسایی. برای انتخاب مسئله روز قوانین انتخاب بایستی نوشته بشه بر اساس شاخصهای QCT، Quality, Cost و Time. همه اعضا شرکت کننده در آن دخیل باشن. یعنی ما بایستی طوری این قوانین رو بنویسیم که اینطوری نباشه یه نفر هم بجستی وارد اختیار QC بشه، یک ماه هیچ گونه مسئله بهش ارجاع داده نشه. روش حل مسئله اول فاصله چرخه استانداردسازی که قالب اون محیط کار هستش بررسی یکی انجام میشه، دوم استفاده از QC استوری، سوم بهره‌برده از این مربی افشد QC برای اقلیت QC استوری. اگر باز هم مسئله حل شد انتقال مسئله جلسات در حضور بالاتر. یه نکته اینجا بهش اشاره شده که از اهمیت اگر موضوعی نیاز به سطح بالاتر مهارت تکنیکی داشته باشد آن موضوع به جلسات برگشت داده میشه. مثلا یه موضوعی ما فرستادیم تو سطح لول 1 اونها تصمیم گیری بکنن ولی یه مسئله تخصصی پیش میاد، مثلا فاصله بین یا تنظیم یه جیگ و فیکسیری احتیاج به CMM و بررسی تکنیکی داره، اون مسئله میتونه از لول 1 ارجاع بده باز به لول 3 بررسی و تکنیکیش انجام بشه و مجددا برگرده توی سطوح مدرنش. برآورد منابع یا سرمایه استادی بایستی مشکلاتی که هسته طرح میشن و مشکلاتی که حل میشن بایگانی بشن. اگر بتونیم سیستم های مکانیزه داشته باشیم که به همه سرور یک اقتدار سیل بشه که به مناطق بهتر هستش، تعریف قوانین برای سرمایه سازی داخل کارخونه و انتقالش رو به مهندسی، یعنی ما این مسئله چه حل میکنیم با چه قوانینی اینها رو ارجاع میدیم به مهندسی و چطوری اینها دستور العمل میکنیم واسه استفاده بعدی سازمان. مدیریت اداری یکی از مواردی که خیلی مورد اهمیت و زیاد بهش توجه میشه. توی جلسه QRQC حتما باید 4 تا تابلو حتما وجود داشته باشه در قالب PDCA. ما کل فرآیندها رو مطبقه استاندارد یا سیستم کلی رنو و نیسان پیاده سازی میکنیم بر اساس این چرخه پایه‌گذاری شده. حالا اگه دقت کنیم یه سری از اینها با بایس‌های که حتیشون ذخیره‌تر از مشخص شدن، یه سری بهشون به صورت خدشی این چیزایی که به صورت بایس مشکی هستش اینا توسط DFC رو در حقیقت متولی این سیستم های تولید رنو توی تکنوسنت رنو تهیه شده و فرمتاش استاندارد و باید فقط ما از همون فرمت استفاده کنیم. ولی یه سری چیزهای دیگه مثل جدول نیازمندهای آموزشیشون و قوانین مربوط به انتخاب مشکل و چیزهایی که مربوط به کار تصادم هست باید تدوین بشه و توی قسمت مربوط نصب بشه. نقش هر کدوم از پرسنل توی جلسه QRQC اتاق جلسه یه همونطور که از من از خوده گفتم ما الان یه دونه اتاق فرنی اجابت داریم من رو توی QRQC داریم اتاق با همین استاندارد پیاده سازی شده که هر دو اول پاشون هستش یه دیگر کامپیوتر جای نفر رو باز مشخص میکنی یه معنی برای بایگانی یه قسمت مربوط به تابلوهای مدیریت دیداری یه تابلو برای مربوط مسئله روز یه تابلو مربوط به مسئله روزهای گذشته و یه بایگان برای پرزنت کردن نوشتن موارد مربوط به جلسه.
بهترین سمت برسیم و خواهد بگیم که پیارکوسی داری پیازه میشه در فاز مقدم و نهایتا فاز دقیق فاز بهبود جلسه که دو تا ارزیابی انجام خواهد شد از جلسه پیارکوسی یکی توسط دپارتمان اسکرار امتیاز خودمون که توی مجموعه خودمون هست بر اساس شکل سپرینتی وجود داره و ارزیابی توسط DSC یا هم متولی که این قضایی رو تکمیل کنه توی کارس خود رو که توصیهشون حداقل دو بار در سال که ما متاسفانه چون وضعیت مناسبی از ما به پیارکوسی نداریم هنوز ازشون دعوت نکردیم برای این ارزیابی و اونها در مرحله اول فقط از ارزیابی سمت BMC یا یش میان اگر اون رو تایید بکنم میان سراغ میانید دلوقتی بکنم خب بیاید اینجا من چند تا دقیقت توصیه رو داریم واسه اینکه وضعیت پیارکوسی رو بهتر بشه یکی اینکه کیفیت حل و فصل مسائل رو ببریم بالا برای اجتناب از بازگشت مسائلی که قبلا حل شده میدونیم که تو جلسات قبل ما داریم خیلی هم مسائل حل میشه یه هفته بعد با دوره مجددا دیده میشه تعداد مسائل حل شده ببریم بالا بدون قدر انداختن کیفیت حل و فصل سرعت حل و فصل برای حل و فصل سریع و امکان معاوضه با مسائل دیگران داشته باشیم حالا وقتی مراجعه بکنیم میگن که آقا یه لیست بازهکنندی هست مسائل داریم که هیچ کش حل نمیشه چگونه کیفیت حل و فصل مسائل رو تنظیم بکنیم به کارگیری مرتب جبهه PCA توسط مدیریت SCCA که در حال استاندارزیشن اول دو چک اکشن معروف به WSF استفاده از تکنیک QCS بری و اجرای دقیق فرامتر QRQC کیفیت حل و فصل مسائل رو میبره بالا تعداد مسائل بارگذاری شده و هر نفر رو محدود نمایید تا کیفیت فرآیند PCA تنظیم بشن ما الان جلسه میداریم که مثلا هر چیز مسئله هست مثلا انحال داده میشه به یک واحد خاص دولت معارف شرکت کنندگان در مرحله حل و فصل مسئله تا اقدامات صحیح تمام مسئله صورت داده و استفاده بهینه از ابزارهای کیفی که در اختیار ما هستش راهکار آموزش هست ارزیابی مداوم کارهای فرآیند مسائل برای شناسایی علت و علل مراحل و مسائل این دائما اینا رو بررسی بکنید روشهایی که داره تو پیارکوسی پیاده میشه برای بهبود چگونه میتوان تعداد مسائل فرآیند شده رو افزایش داد شرکت دادن همه در حل و فصل مسائل بخشهای تولیدی پشتیبانی از مدیریت تا پرسنل عملی تمام سازمان رو درگیر بکنید برای حل مسئله و اعتقاد به این که تکثیر تحلیل تنها به چند کارشناس درسته نمیشه افزایش توقع به حل و فصل مسئله با روز به روز بودن آن مسئله گذشته رو از مسائل جدید جدا بکنید برای شناسایی دلیل در مورد بازگشت مسئله و مقابله با اونها تخصیص مسائل در همه تا تعداد حداکثری از مسائل قابل حل باشد و پایان قسمت اول کیارکوسی امیدواریم که تونسته باشیم اطلاعات ضمن تشکر از آقای مهندس میرزایی امید است برنامه امروز که حاصل تلاش همکارانم در واحد مهندسی و پشتیبانی کیفیت شرکت فارس خودرو بوده مورد توجه شما عزیزان و سروران گرامی قرار گرفته باشد در مجالی که برایم باقی است باز همراه شما مدرسه ای خواهم ساخت که در آن به زبان ساده شعر تدریس کنند و بگویند که تا دیدار دیگر خالق عشق نگهدار شماست